خب بریم سراغ تایم لاینمون سال 2082 اینجا میتونید شما عددش رو تغییر بدین اون سالیه که شما میخواید تحصیلتون رو توی دانشگاه آمریکا شروع بکنید که اصلا ترم فال هستش و از آگست شروع میشه یک سال قبل از اون ددلاین دانشگاه ها توی دسامبر ولی ما به دلایلی که توضیح دادیم گفتیم توی نوامبر شما سعی کنید کاراتون رو جمع بکنید و همه رو انجام بدین پس شما یک سال قبل از اون توی نوامبر باید کاراتون رو تموم کرده باشین و من اومدم تقسیم بندی کردم گفتم قبل از اون یعنی دو سال قبل از این که شما تحصیلتون رو شروع بکنید اسمش رو گذاشتیم سال تصمیم و زبان سال بعدش رو گذاشتیم سال اپلای و سال بعدترش رو گذاشتیم سال تغییر توی دو تا قسمت قبلی اومدیم راجب این سال تصمیم و زبان و سال اپلای صحبت کردیم که ویدیوهای مربوط به اون رو میتونید برید نگاه بکنید من لینکشون رو توی دیسکریپشن پایین قرار میدم که میتونید راحت برید و پیداشون بکنید توی این ویدیو راجبه تغییر یعنی آخرین سال هستش که دیگه میخوایم صحبت بکنیم یعنی دیگه شما الان اپلایاتونو رو کردین راجبه به مطالب بعد از اون میخوایم صحبت بکنیم بریم و توضیح بدم که چه کارهایی رو میخوایم انجام بدیم اما قبل از اینکه بریم راجع به سال تغییر برای شما توضیح بدم یه اسکرین شات از دو سال قبل بهتون نشون بدم که بدونیم ما چیکار کردیم سال اول اینجا یه اسکرین شات هستش که ویدیوش رو میتونید برید نگاه بکنید کامل اینا رو مرحله مرحله توضیح دادیم سال دوم سال اپلای که تمام این مراحل رو هم باز توضیح دادیم میتونید برید ویدیوش رو نگاه بکنید و امسال سال سوم هستش که سال تغییر یا همون چنج هستش و 2082 رو میتونید تغییر بدین به اون سالی که میخواین تحصیلتون رو توی دانشگاه آمریکا شروع بکنید آغاز سال تحصیلی توی فال هستش که آگست شروع سال تحصیلتونه و بریم سراغ کارهایی که توی این سال باید انجام بدیم از اوایل ژانویه میتونید یه سری کارها مثل ترجمه شناسنامه، ترجمه سند ازدواج، وضعیت سربازیتون حالا اگه کارت پان خدمت دارید میتونید ترجمهش بکنید، میتونید دنبال نامه معافیت تحصیلی بگردین و ترجمهش بکنید. یه سری کارهای این مدل رو میتونید انجام بدید. ولی خب از همین اوایل ژانویه تقریبا دانشگاه شروع میکنن به فرستادن اکسپتنس ها یا ریجکشن ها که میتونید دیگه منتظر باشید حالا معمولا من اینجا گذاشتم مثلا اواخر ژانویه ولی خب ممکن قبل از این هم این اتفاق بیفته پس گرفتن پذیرش ها اگه پذیرشی گرفتین میتونه درخواست بدین که اصل آیتونی رو برای شما بفرستن چون شما اون اصلش رو احتیاج دارید برای اینکه برین برای مصاحبه سفارت وسیقه سربازی کاراش کاراشو میتونید اینجا انجام بدین پاسپورتتون رو اگه توی سال قبل نگرفتین میتونید امسال بعد از گرفتن پذیرش بیوفین دنبالش و کارهای پاسپورتتون انجام بدین برای همین ستاره گذاشتم چون خب برای بعضی ها اپلیکیبل نیست برای بعضی هم میتونید حالا از الان بیوفین دنبالش کارش انجام بدین همزمان باید به فکر این باشید که وقت سفارت بگیرین و با داشتن اسکن آی 20 میتونید این کار رو انجام بدین که اینو باز توی اون مرحله که ویدیو اصطلاحات اپلای گفتم شما وقتی از دانشگاه پذیرش میگیرید یه برگه برای شما میفرستن که توش اطلاعات کامل به شما چقدر مثلا پول تعلق میگیره دانشگاه هزینه چقدر میشه همه این موارد اونجا نوشته شده که بهش میگن آی اون ویدیو رو حتما برید نگاه بکنید ویدیو اصطلاحات اپلای خیلی به درتون میخوره و میتونید با اسکنش وقت سفارت رو بگیرید اما موقع که میرید برای مصاحبه باید اصلش دستتون باشه میتونید به دانشگاه بگین که اسکنش براتون بفرسته که شما وقت سفارتتون رو هرچی سریعتر بگیرید که مثلا وقتا پر نشه پر کردن دی 160 که یه فرمه که برای مصاحبه لازم دارید کافی گوگل کنید پیدا میکنید که کجا باید پرش بکنید و یه سرویس فی هستش که باید پرداخت بکنید که اینم خیلی راحته و روحت آنلاین انجامش بدین بعد از اون به فکر خرید بلیت هواپیما هستین که اگه وقتتون رو مشخص کردین میتونید بگین که مثلا برای کی من بلیت هواپیما بگیرم که برم برای سفارت برای مصاحبه و مدارکتون هم آماده بکنید که چه مدارکی رو با خودم ببرم برای سفارت حالا ممکن است من یه ویدیو درست بکنم راجع به مدارکی که من خودم با خودم بردم برای سفارت اونجا توضیح بدم که چه مدارکی رو من با خودم بردم البته وقتی که وقت سفارت رو میگیرید خودشون بهتون میگن که چه چیزهایی رو باید بیارید توی اون فایل نهایی که وقتی سابمیت میکنی بهتون میگن که چه چیزهایی رو باید همراه خودتون بیارید کار بعدی که میتونید انجام بدید اینه که بلیت هواپیماتون رو بخرید البته این کار این مقدار ریسکیه و خود سفارت هم میگه که این کار رو نکنید چون هنوز شما ویزا نگرفتین ولی خب میتونید بلیت رو بخرید حالا یا ویزاتون رو میدن یا ویزاتون رو نمیدن خب اگه ویزاتون رو دادن که سود کردین چون بلیتتون رو اگه از چند ماه قبل بخرید قطعا ارزونتر پاتون در میاد تا اینکه مثلا برسید اون روزهای آخر بخواید این کار انجام بدین البته اگه بلیتتون رو بخرید دلیل بر این نمیشه که حتما بهتون ویزا بدن و بازم میگم خود سفارت هم گفته این کار رو نکنید حالا با ریسک خودتونه دیگه اگه خواستین بگیرین بگیرین at your own risk این حالا هیچ هیچ فشار رو نمیتونید شما به سفارت بیارین بگی من بلیت خریدم حتما باید من ویزا بدید خیر کاری که من کردم بلیتمو خریدم برای دو هفته قبل از شروع ترم تحصیلی حالا با خودم گفتم یا میاد قبلش یا اینکه دیگه نمیاد حالا میگم اینم شما میتونید این اجباری نیست دارم میگم اینو با ریسک خودتون انجام میدین هیچکس مسئولیت اینو براده نمیگیره که شما این کار رو از قبلش انجام بدین مرحله بعدی اینه که شما از اون, اون پذیرش هایی که میگیرید یه ددلاین داره مثلا به شما میگن که به فرض تا 15 اپریل شما باید آیا بگید میان یا نمیان یعنی یه ددلاین دانشگاه به شما میده که پذیرششون یا قبول کنید یا رد کنید این در صورتی که شما چندین پذیرش توی دستتون باشه معمولا ولی بهتره قبل از ددلاین این کار رو بکنید چون خیلی ها هستن توی ویتینگ لیست که منتظرن که حالا جواب پذیرش رو بهشون بدن اخلاقا بهتره که شما قبل از اینکه اون ددلاین برسه به دانشگاه بگین که مثلا آره من فلان دانشگاه رو میخوام برم که اونا به کسای دیگه که توی لیست هستن بگن که مثلا آره شما پذیرش گرفتین من خودم برای خیلی از دانشگاه این رو حتی قبل از اینکه ددلاین برسه انجام دادم چون میدونستم خیلی الان منتظرن که دانشگاه بهشون بگی که بیاین برای اینکه این کار انجام بدین من یه دونه تمپلیت نوشتم که توی دیسکریپشن همین ویدیو رو گذاشتم میتونید اون رو کپی پیس بکنید حالا ادیتش بکنید یه قسمت رو که به صورت خیلی محترمانه به اون دانشگاه بگید که من مثلا نمیام بعد از اینکه دیگه اون ددلاین تموم شد و دیگه تصمیمتون رو گرفتین که کدوم دانشگاه میخواییم برین میتونید یه ایمیل تشکر بزنید الان با رنگ آبی نشون دادم و رنگ سیاه نشون دادم یعنی به هم استادایی که ازشون ریکامندیشن لتر گرفتین و همون استادی که توی اون دانشگاه باش در حال مکاتبه بودین میتونید یه ایمیل تشکر بزنید و ازشون تشکر بکنید کار بعدی که میتونید انجام بدین اینه که کارهای واکسیناسیونتون رو انجام بدین خیلی از دانشگاه یه لیست دارن از واکسن هایی که شما باید زده باشین قبل از اینکه وارد به آمریکا بشین و یه سری از واکسن ها هم شما از قبل زدین از بچگی که خب میتونید اونها رو همه رو آماده بکنید یا برین یه لیست مشخص بکنید اگه اون کارت واکسنتون رو بتونید پیدا بکنید چه بهتر اگه نه که دنبالش باشین که چطور میتونید اون لیست واکسنهایی که داشتین رو آماده بکنید چون این خیلی به درتون میخوره بعدها بهتون میگم حالا هم توی پروسه اینکه وارد دانشگاه که میشین ازتون میخوان و دانشگاه میگن حالا ممکنه نیان بگن که همه واکسن ها از بچگی ولی یه سری واکسن های خاص رو حتما ازتون میخوان مثلا میگن این 5 -6 تا واکسن رو حتما باید شما داشته باشین اونا رو آماده میکنین ولی خب بعدها برای گرفتن گرین کارت هم ممکنه این لازمتون بشه کار بعدی که میتونید انجام بدین اینه که یه وکالت تام بدین به یکی از اعضای خانوادهتون که این توی این وکالت تام میتونید همه کار انجام بدین مثلا از طرف شما نمیدونم توی حساب بانکی باز بکنه از حسابتون برداشت بکنه میتونه بره نمیدونم مدارک تحصیلی شما رو بگیره همه کارهایی که مرتبط با شماست رو میتونه انجام بده که اگه یه دفتر ثبت اسناد برید و بگید که وکالت تام میخوام بدم به مثلا این شخص خودشون دارن یه تمپلیت دارن که میتونید ازشون استفاده بکنید کار بعدی که میتونید بکنید اگه مثلا مثل من اینکه اینکه مثلا من عینکی هستی میتونید یه عینک مثلا دوم تهیه بکنید که اگه اتفاق برای تون افتاد مثلا ندونید مثلا چی کار میخواین بکنید خب یه دوم داشته باشین بهتون کمک میکنه یا حداقل نسخه چشم‌پزشکی رو داشته باشین که میتونید آنلاین سفارش بدین از سایت مختلفی هستن که میتونید ازشون اینک بگیرید در مورد کارهای دیگه مثل کار دندون پزشکی کارهای پزشکی یا چشم پزشکی مثلا اگه میخواین ایمپلنت انجام بدین یا دندونتون رو مثلا بکشین دندون رو عقلتون میخواین بکشین یا چه میدونم یا مثلا دندونتون میخواین پر بکنید عصب کشی بکنید هر کار دیگه که میخواین انجام بدین یا لیزی که میخواین انجام بدین میتونید توی این مدت انجام بدین ولی خب خیلی از این کارها ممکنه بیش از یه سال وقت ببره مثلا اگه این پلنت بخوای انجام بدین مثلا ممکنه یه سال طول بکشه برید از قبلتر این کار رو انجام بدین با اون پزشکتون صحبت بکنید که حالا اومدین اینجا یه ذره اون روزای اول مثلا بهتون سخت نگذره یا مثلا اون فشار مالی که روتون میاد مثلا سنگین نباشه چون به دانشجو هستین و حقوق دانشجوتون ممکنه اون نمیدار پایین باشه ولی اینجوری هم نیست که مثلا بگی که اینجا مثلا کار مثلا بیمه پزشکی ندارید و مثلا بخواید نگران باشین چون یه دونه من ویدیو درست کردم راجع بیمه سلامت در آمریکا که توی این ویدیو توضیح دادم که بیمه سلامت چطور کار میکنه به اون ویدیو رو حتما نگاه بکنید به شما دیدی میده که بیمه سلامت چطور کار میکنه اینجا ولی خب به عنوان دانشجو شما آپشن خاصی ندارید این دانشگاه خودش به شما میگه که این بیمه رو داریم بعد اون بیمه رو بگیرید ولی این ویدیو رو وقتی نگاه بکنید متوجه میشین این حرفایی که اینا میزنن مثلا میگن دیداکتیبل نمیدونم میگن اوت اف پاکت ماکس یا کو اینشورنس اینا رو یاد میگیرید که اینها به چه معنایی هستش بریم تایملاین رو نگاه بکنیم پس من سه تا ویدیو برای شما درست کردم تو ویدیو اول راجع به تصمیم و زبان صحبت کردم توی ویدیو دوم در مورد اپلای توضیح دادم و توی ویدیو سوم که همین ویدیویی که الان دارید نگاه میکنید در مورد سال تغییر توضیح دادم این ویدیوها رو به ترتیب باید نگاه بکنید پس اگر تازه اومدین و این ویدیو سوم رو دارید نگاه میکنید و دو تا ویدیو قبلی رو ندیدین حتما برید از ویدیو شماره یک شروع کنید به نگاه کردن اگه تازه به این کانال اومدین سابسکرایب کنید و یه دکمه زنگ هست اونم بزنید که هر موقع ویدیو جدیدی گذاشتم شما رو مطلع بکنه اگه سوالی دارید میتونید توی قسمت کامنت ها بنویسید تا جایی که بتونم جواب میدم لایک هم که یادتون نره تو ویدیو بعد میبینمتون